نامه پولس رسول به کلیسای شهر کولسیه، کولسیان 1. از طرف پولس که به خواست خدا رسول مسیح عیسی است و از طرف برادر ما تیموتائوس به برادران مقدس و وفادار در شهر کولسیه که با مسیح متحدند، پدر ما خدا فیض و آرامش به شما عطا فرماید. هر وقت که برای شما دعا می کنیم، پدر خداوند ما عیسی مسیح را سپاس می گوییم، زیرا ما از ایمان شما به مسیح عیسی و محبت شما به همه مقدسین آگاه هستیم. امید شما به آنچه در عالم بالا در انتظار شماست باعث این ایمان و محبت است. وقتی پیام حقیقی یعنی انجیل برای اولین بار به شما رسید، از این امید با خبر شدید و این انجیل همانطوری که به شما رسید به تمام جهان نیز رسیده است و به همان نحوی که در جهان ثمر آورده رشد و نمو می کند، در میان شما نیز از همان روزی که از فیض خدا با خبر شدید و در حقیقت آن را درک کردید عمل کرده است. شما انجیل را از اپفراس عزیز که همچون ما غلام و به خاطر ما خادم وفادار مسیح است آموختید و او نیز ما را از محبتی که روح القدس به شما بخشیده مطلع ساخته است. به این جهت از همان روزی که این را شنیدیم، ما همیشه برای شما دعا می کنیم و از خدا می خواهیم که شما به وسیله بینش و فهم روحانی اراده او را کاملا درک کنید تا بتوانید طوری که شایسته خداوند است زندگی کنید و کاملا او را خوشنود سازید و در تمام کارهای نیک زندگی پرثمری داشته باشید و در معرفت خدا رشد و نمو کنید. و دعا می کنم که خدا بر حسب قدرت پرشکوهش و با تمام نیروی خود شما را تقویت کند تا با شادی و صبر هر چیز را تحمل کنید. پیوسته خدای پدر را شکر کنید که شما را لایق آن گردانیده است تا در سرنوشتی که در عالم نورانی در انتظار مقدسین است سهمی داشته باشید. او ما را از چنگ نیرومند ظلمت رهانید و به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخته است. خدا به وسیله او ما را آزاد ساخته و گناهانمان را آمرزیده است. مسیح صورت و مظهر خدای نادیده است و از همه مخلوقات برتر است، زیرا به وسیله او هر آنچه در آسمان و زمین است، دیدنی ها و نادیدنی ها، تخت ها، پادشاهان، حکمرانان و اولیاء امور آفریده شدند. آری، تمام موجودات به وسیله او و برای او آفریده شد. او قبل از همه چیز وجود داشت و همه چیز به وسیله او به هم می پیوندد و مربوط می شود. او سر و منشأ بدن یعنی کلیساست و نخستین کسی است که پس از مرگ زنده گردید تا تنها او در همه چیز مقام اول را داشته باشد، زیرا اراده خدا بر این تعلق گرفت که او دارای الوهیت کامل باشد و به وسیله مسیح جدایی بین خدا و تمام موجودات به اتحاد تبدیل شده و به وسیله ریختن خون مسیح بر روی صلیب صلح و دوستی بین خدا و هر آنچه در آسمان و زمین است برقرار گردید. شما زمانی از خدا دور بودید و با اعمال و افکار شریرانه خود با او دشمنی داشتید، اما اکنون او به وسیله مرگ جسمانی مسیح شما را با خود متحد ساخته است تا شما را پاک، بی عیب و بی آلایش به حضور خود بیاورد. البته به شرط اینکه ایمان خود را از دست ندهید و محکم و استوار بمانید و آن امیدی را که در وقت شنیدن انجیل به دست آوردید ترک نکنید. این همان انجیلی است که در سرتاسر جهان اعلام گردیده و من پولس خادم آن هستم. اکنون از آن رنج و زحمتی که به خاطر شما می‌بینم خوشحالم، زیرا به وسیله رنج‌های جسمانی خود آنچه را که از رنج‌های مسیح برای بدن او یعنی کلیسایش باقی مانده است تکمیل می‌کنم.
من طبق مأموریتی که خدا برای خیریت شما به من عطا فرمود خادم کلیسا هستم تا پیام خدا را کاملا اعلام نمایم، یعنی آن حقیقت اسرارآمیز که طی اعصار و قرون مخفی مانده بود اما اکنون برای مقدسین آشکار شده است. خدا صلاح دانست که سر پرجلال و بی قیاس خود را در میان ملل غیر یهود فاش سازد و آن سر این است که مسیح در شما ساکن می باشد و این حقیقت مایه امید شما به سهیم شدن در جلال خداست. ما مسیح را به همه می شناسانیم و با تمام دانشی که داریم همه را آگاه می سازیم و تعلیم می دهیم تا آنها را به صورت افرادی بالغ در مسیح به خدا تقدیم نماییم. برای انجام این کار من زحمت می کشم و تقلا می کنم و از قدرت عظیمی که مسیح به من می دهد و در من کار می کند استفاده می نمایم. کولسیان 2. می خواهم بدانید که چقدر برای شما و ایمانداران لاودیکیه و برای همه آنانی که تا به حال روی مرا ندیده اند زحمت کشیدم تا آنان دلگرم شوند و در محبت متحد گردند و از برکات سرشار اطمینان کامل که از راه درک حقیقت به دست می آید بهره‌مند شوند و از این راه به حقیقت پنهان خدا که خود مسیح است پی خواهند برد. تمام گنجینه های حکمت و معرفت الهی در مسیح نهفته است. این را می گویم مبادا کسی شما را با دلایل مجذوب کننده گمراه سازد، زیرا اگرچه جسمن غایب هستم در روح حضور دارم و از دیدن نظم و ترتیبی که در میان شما وجود دارد و از ثبات ایمانتان به مسیح خوشحالم. پس همانطوری که روزی مسیح عیسی را به عنوان خداوند خود پذیرفتید، اکنون همیشه در اتحاد با او زندگی کنید، در او ریشه بگیرید و رشد کنید، همان گونه که تعلیم یافتید در ایمان استوار باشید و در ستایش خدا برای دیگران نمونه باشید. مواظب باشید مبادا کسی با دلایل پوچ و فلسفه‌ای که متکی به سنت‌های انسانی و عقاید بچگانه این جهان است شما را اسیر خود سازد. این تعالیم از مسیح نیست، زیرا الوهیت به طور کامل در مسیح مجسم شد و شما نیز به وسیله اتحاد با او که مافوق همه قدرت‌ها و ریاست‌هاست کامل شده اید. شما نیز در اتحاد با او ختنه شده اید، ختنه ای که به دست انسان صورت نگرفته است، بلکه به وسیله ختنه مسیح که قطع طبیعت نفسانی است به عمل می آید. وقتی شما تعمید گرفتید با مسیح مدفون شدید و نیز در تعمید خود به وسیله ایمان با قدرت خدا که مسیح را پس از مرگ زنده گردانید با او قیام کردید. خدا شما را که به علت خطایای خود مرده و در جسم خود نامختون بودید با مسیح زنده کرد و همه گناهان ما را بخشیده است. او سند محکومیت ما را همراه با تمام مقرراتی که علیه ما بود لغو کرد و آن را به صلیب خود میخکوب دموده از بین برد. مسیح بر روی آن صلیب تمام قدرت‌های آسمانی و فرمان روایان را خلع سلاح کرد و بر آنها پیروز شد و آنها را پیش همه رسوا ساخت. بنابراین در مورد خوراک یا آشامیدنی یا رعایت عید یا ماه نو یا روز سبت به هیچ وجه تحت تأثیر انتقاد دیگران قرار نگیرید. این چیزها فقط سایه آن واقعیتی است که قرار است بیاید و آن واقعیت خود مسیح است. نگذارید کسی با تظاهر به فروتنی و پرستش فرشتگان شما را از ربودن تاج پیروزی باز دارد، زیرا چنین شخصی به اتکای رؤیاهایی که دیده است و به خاطر افکار دنیوی خود بی جهت مغرور می شود.
این قبیل اشخاص رابطه خود را با سر، یعنی با مسیح، قطع کرده اند. تحت فرمان مسیح تمام بدن نیرو می گیرد و به توسط مفاصل و رشته ها به هم متصل می شود و همانطور که خدا می خواهد نمو می کند. وقتی شما با مسیح مردید، با عقاید بچگانه این جهان قطع رابطه کرده اید. پس چرا طوری زندگی می کنید که گویا هنوز به دنیا بستگی دارید؟ چرا مطیع مقرراتی از قبیل این را لمس نکن، به آن لب نزن و به این دست نزن می شوید؟ اینها همه در اثر مصرف از بین می روند و این دستورات فقط قوانین و تعلیمات انسان است. البته این اعمال در عبادتهایی که آنها بر خود تحمیل کرده اند و فروتنی و ریاضت کشی ظاهراً معقول به نظر می رسد، ولی در واقع نمی توانند مانع ارضای شهوات نفسانی شوند. کولسیان 3. مگر شما با مسیح زنده نشده اید، پس در این صورت شما باید به چیزهای آسمانی، جایی که مسیح در آنجا در دست راست خدا نشسته است، دل ببندید. درباره آنچه در عالم بالاست بیندیشید، نه به آنچه بر روی زمین است، زیرا شما مرده اید و زندگی شما اکنون با مسیح در خدا پنهان است. وقتی مسیح که زندگی ماست ظهور کند، شما نیز با او در شکوه و جلال ظهور خواهید کرد. بنابراین تمایلات دنیوی، یعنی زنا، ناپاکی، هوا و هوس، شهوت و طمع را که یک نوع بت پرستی است در خود نابود سازید. به سبب این اعمال است که افراد سرکش گرفتار غضب خدا می شوند. زمانی که شما در آن وضع زندگی می کردید، اعمال شما نیز مانند دیگران بود. اکنون شما همچنین باید خشم، غیظ و بدخواهی را از دلهایتان و اهانت و حرفهای زشت را از لبهای خود به طور کلی دور سازید. دیگر دروغ نگویید، زیرا با آن آدمی که در سابق بودید و عاداتش قطع رابطه کرده اید و زندگی را به صورت انسان تازه‌ای شروع کرده اید، انسانی که پیوسته در شباهت خالق خود به شکل تازه‌ای در می آید تا رفته رفته به معرفت کامل خدا برسد. پس بین یونانی و یهودی، مختون و نامختون، بربری و وحشی، غلام و آزاد فرقی وجود ندارد، بلکه مسیح همه چیز است و در همه می باشد. پس شما که برگزیدگان مقدس و محبوب خدا هستید، خود را به دلسوزی، مهربانی، فروتنی، ملایمت و بردباری ملبس سازید. متحمل یکدیگر شوید. اگر از دیگران شکوه و شکایتی دارید، یکدیگر را عفو کنید و چنان که خداوند شما را بخشیده است، شما نیز یکدیگر را ببخشید. به همه اینها محبت را اضافه کنید، زیرا محبت همه چیز را به هم می‌پیوندد و تکمیل می‌کند. آرامشی که مسیح به شما می‌بخشد قاضی وجدان شما باشد، چون خدا شما را به عنوان اعضای یک بدن به این آرامش خوانده است و شما باید سپاسگزار باشید. اجازه بدهید که پیام مسیح با تمام ثروتمندیش سر تا سر وجود شما را فرا گیرد. یک دیگر را با نهایت خردمندی تعلیم و پند دهید و با سپاسگزاری در دلهای خود زبور و تسبیحات و سرودهای روحانی برای خدا بخوانید. هر چه می کنید، چه گفتار باشد چه کردار، همه را به نام عیسی خداوند انجام دهید و در این حال خدای پدر را دائما سپاس گویید. ای زنان، مطیع شوهران خود باشید، زیرا این کار وظیفه مسیحی شماست. ای شوهران، زنانتان را دوست بدارید و با آنان تندی نکنید. ای فرزندان، از والدین خود در هر امری اطاعت کنید، زیرا این کار خداوند را خوشنود می سازد.
ای پدران، بر فرزندان خود زیاد سخت نگیرید، مبادا دل سرد شوند. ای غلامان، در کلیه امور مطیع اربابان خود که مانند شما بشرند باشید، و اطاعت شما فقط به خاطر این نباشد که تحت مراقبت هستید یا میخواهید دیگران را خوشنود سازید، بلکه با خلوص نیت و خدا ترسی اطاعت کنید و کارهایی را که به شما رجوع میکنند با جان و دل انجام دهید، چنان که گویی برای خداوند کار میکنید نه برای بشر، زیرا میدانید خداوند میراثی به عنوان پاداش به شما عطا خواهد کرد. مسیح ارباب شماست و شما غلامان او هستید. شخص بدکار کیفر بدی خود را خواهد دید و خدا تبعیض قائل نمی شود. کولسیان 4. ای اربابان، با غلامان خود عادلانه و منصفانه رفتار کنید، زیرا می دانید که شما هم در آسمان یک ارباب دارید. همیشه با حواس جمع و شکرگزاری دعا کنید. برای ما نیز دعا کنید که خدا برای اعلام پیام خود فرصت مناسبی به ما بدهد تا آن حقایقی را که درباره مسیح پوشیده بود اعلام کنیم. به سبب این است که من اکنون در زندان هستم، و دعا کنید تا آنطوری که وظیفه من است این سر را آشکار سازم. در مناسبات خود با افراد غیر مسیحی رفتار عاقلانه داشته باشید. از فرصت‌هایی که اکنون در دسترس شماست حد اکثر استفاده را بکنید. گفتار شما پیوسته جالب و ملیح باشد و یاد بگیرید که چگونه به هر کس پاسخ مناسبی بدهید. تیخیکوس شما را از وضع من مطلع خواهد ساخت. او برادر عزیز و خادم وفادار است و با من در کار خداوند مثل یک غلام خدمت می کند. او را به این منظور پیش شما می فرستم تا از احوال ما با خبر شوید و تا خاطر شما را آسوده کند. اونیسیموس که برادر محبوب وفادار و یکی از خودتان می باشد همراه اوست. این دو شما را از همه اموری که اینجا در جریان است آگاه خواهند ساخت. آریسترخوس که با من در زندان است و همچنین مرقس پسر عموی برنابا به شما سلام می‌رسانند. درباره مرقس قبلا دستوراتی داده بودم که چنانچه پیش شما بیاید او را با گرمی بپذیرید. و یسوع ملقب به یستوس سلام می‌رساند. از مسیحیان یهودی نژاد فقط این چند نفر هستند که برای پیشرفت پادشاهی خدا با من همکاری می‌کنند و باعث دلگرمی من شده اند. اپفراس که یکی از افراد شما و غلام مسیح عیسی است سلام می رساند. او همیشه با جدیت برای شما دعا می کند و از خدا می خواهد که استوار و بالغ و کاملا خاطر جمع باشید تا بتوانید اراده خدا را کاملا اطاعت کنید. زیرا من شاهد هستم که او به خاطر شما و ایمانداران لاودیکیه و هیراپولس زحمت زیادی کشیده است. لوقا پزشک محبوب و دیماس به شما سلام می رسانند. به برادران در لاودیکیه و به بانو نیمفاس و کلیسا که در خانه او تشکیل می شود سلام مرا برسانید. پس از اینکه نامه را خواندید طوری ترتیب بدهید که برای کلیسای لاودیکیه نیز خوانده شود، و شما هم نامه ای را که به کلیسای لاودیکیه نوشتم بخوانید. به آرخیپاس بگویید مواظب باش که آن مأموریتی را که در خدمت خداوند به عهده تو گذاشته شده است انجام دهی. من پولس با خط خودم درود می‌فرستم. فراموش نکنید که من هنوز در زندان هستم. فیض خدا با شما باد. آمین.